بسم الله الرحمن الرحيم يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي الأسكري يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا این بینندگان محترم سلام علیکم بسیار خرسند هستیم که جمعه دیگر از پنجره تلویزیون جهانی هادی و با برنامه مصباح الهدا مهمان نگاه های شما عزیزان هستیم امیدوارم که حال همگیتان خوب باشه و جور و صحتمند باشید سال روز شهادت مظلومانه امام حسن عسکری علیه و السلام و سلام را به همه دوستداران و عزادارانش تسلیت ارز می کنیم امیدواریم که خداوند ما را از پیروان واقعی قرآن و اهل بیت و از عاملان به معارف قرآن و مکتب اهل بیت علیه و السلام و سلام قرار بدهد بار دیگر با برنامه سیمای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آینه وحی در خدمت استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین روحانی هستیم جناب استاد بسیار خوش آمدید به برنامه خودتان و خدمت شما سلام عرض میکنم و بفرمایید قبل از شروع بحث سلام که با بینندگان محترم شبکه داشته باشید بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم محضر شما و بینندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم علیکم سلام. و شهادت امام عسکری سلام الله علیه رو محضر آقا امام زمان سلام الله علیه و همچنین بینندگان محترم تسلیت و تعذیت عرض میکنم خدای متعال توفیق طبعیت از اهل بیت علیه السلام رو به همه ای ما کرامت بفرماید الله آمین خب بینندگان محترم اگر خاطرتان باشه ما در جلسه قبل برنامه اولین قسمت از برنامه سیمای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن رو که در خدمت استاد گرامی بودیم درباره ویژگی ها و صفات عرشی پیامبر از زبان قرآن و در آینه وحی مطالب بحث را شروع کردیم و در محضر استاد بزرگوار و خدمت شما بزرگواران یک سری مباحث و مطالب بر اساس آیات مبارکه چهل و پنجم و چهل و ششم احزاب بیان شد در آنجای که خداوند متعال میفرماید خطاب به پیامبرش یا ایوهن نبی النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا با توجه به این آیات مبارک استاد محترم خب شما یک سری ویژگی های عرشی پیامبر رو فرمودید و رسیدیم به این عنوان و این صفت و این ویژه که خداوند در این آیه پیامبر گران قدرش را شاهد معرفی میکنه میفرماید و شاهدن این ارسلناک شاهدن خب درباره این شهود و مقام شهود پیامبر که خداوند میفرماید پیامبرم تو شاهد هستی خب شاهد اولا به چی معنا یا چی معانی هست و دیگر اینکه خب این مقام وقتی که این مقام رو خداوند برای پیامبر خودش تثبیت میکنه چی پیامی برای امت پیامبر و بندگانش داره بسم الله الرحمن الرحیم خب نقشه ما راه ما در این بحث که مطرح کردیم همچنان که شما فرمودین قسمتی از آیات سوره مبارکه احزاب بود که خدای متعال پیغمبر رو ابتدا با عنوان رسالت داره خطاب میکنه یا ایوه نبی و بعد از اینکه توضیحاتی رو پیرامون این مسئله مطرح کردیم خدای متعال میگه انا ارسلناکه من اجازه میخوام قبل از اینکه فرمایش شما رو مبحث بکنم به یک شکلی گذارا به این قسمت دیگه از کلام هم بپردازیم بسیار الله به فرمایش حضرت حالی خواهیم رسید مفهمد یا رسول الله ای نبی خدا ما تو رو فرستادیم انا ارسلنا که یعنی اگر تو آمدی به سوی مردم از سر خود نیامدی از پیش خود نیامدی شما رو خدا فرستاده و وقتی خدا شما رو فرستاده یعنی حرف شما و کلام شما و گفتار شما همه یک جا از جانب خداست یعنی اگر پیغمبر داره تبلیغ رسالات میکنه این به دستور خداست و امر الهی است و کلامی که از پیغمبر صادر میشه اینم تقریبا میتواند وحی الهی باشد و نص سریح آیات قرآن که میفرماید در سوره نجم و ما ینتق عن الهوا این هو الا وحی یوها پیغمبر از سر هوا و هوس هیچ حرفی نمیزنه اصلا وجود نازنین پیغمبر خالی و آری از تمام حوث و غیر و خداست هر چه که است ذات اهدیت و دستورات او و تجلیات حضرت حق در وجود نازنین پیغمبر اسلام که گفت گربش کافن سراپای من جز تو نبینند در اعضای من این شعن پیغمبره پس گفتان پیغمبر از جانب خدا مورد تعییده و اگر کاری رو هم پیغمبر میکنه کار پیغمبر هم مصداق این است که در پس آینه توتی صفت هم داشته اند آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم هر کاری که پیغمبر میکنه مربوط و منصوب به خداست که و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رمو ای که شما داری تیر پرتاب میکنی کار خداست اگرچه که شما تیر رو داری میزنی بله. اما کلم خدا یک کار را آمده انجام تعبیر بسیار بسیار پرمعنایی هست در این آیه این و ما رمیت از رمیت بله بله ما کلامی و مفصلی بله. بله. داره در بحث جبر و اختیار از بله. استفاده میکنن خب فعلا محل کلام ما نیست نا کنین اگر کسی بیای از پیغمبر اطاعت کنه باز هم طبق آیات شریف قرآن ای اطاعت از خداست میت الرسول فقط عطا الله. عطا الله هر کسی که گوش به حرف پیغمبر بکنه کن حرف خدا رو شنیده گاه ادهی بودن می پیش پیغمبر به تعبیری لاف محبت خدا رو مزدند، ادعای دوستی با خدا رو می کردن. خدا به پیغمبر گفت ای حبیب ما به اینها بگو که واقعا اگر شما خدا رو دوست دارین اگر عاشق و سینه چاک ارادت به خدا هستین قل ان کنتم تحبون الله فتبعونیم اگر حقیقتا خدا رو دوست داریم بیاین از ما تبعیت کنیم گاه در قرآن میبینیم که خدا نام پیغمبر رو در کنار نام خود به شکلها و شیوه های مختلف آمده جای داده اگر کسی از خدا اطاعت کنه مثل اطاعت از پیغمبر اطاعت از پیغمبر مثل اطاعت از خدا هست ده. گاه اصلا دو دیتار به هم گره میزنه کنه دو تا امر همسنگ هست اتی الله و اتی الرسول به همون اطلاقی که میگه بیاین از خدا تبعیت کنین اطاعت کنین به همون اندازه میگه هم بیاین گوش به حرف پیغمبر داشته باشه در جاهای مختلف اینجا بحث اطاعت حتی در معصیت هم همی رقم میای مگه میگه با من یعص الله و رسوله ها. هر کسی که معصیت خدا رو بکنه هر کسی که معصیت پیغمبر رو بکنه یک جزا دارن. او کسی که اسیان و تجری در مقابل خدا میکنه با او کسی که میای متاسفانه حرف پیغمبر رو زمین میزنه هر دو تو یک جزا دارن هر دو تو به یک شکل اقاب بشن با توجه به این فرمایش شما پس اون باطل بودن این استدلال که بعضیا میگه ما مستقیما خلاصه با خدا سر و کار پیدا میکنیم با خدا مرتبط میشیم و چی کاری داریم که به پیامبرش یا مثلا به کسی دیگه و فرستادهش قرآن این رو به سراحت رد میکنه همان قسمی که خود پیامبر فرمود که انا مدینه العلم و علی بابا هر کس پیامبر من پیامبر رو میخواد بشناسه باید از این دروازه وارد بله. خدا هم در واقع این رو میگه که بندگان من اگر شما میخواین بنده خوبی باشید اطاعت از پیامبر اطاعت از من مستلزم اطاعت از پیامبر هست یعنی بله. شما که به خود من مستقیم دسترسی ندارید دیگه فرستاده بله. ایم است باید گوشتان را و دلتان را و جانتان را بسپارید به پیامبر اجازه بدن تأیید بر فرمایش از جان ما بیشتر با کلام وحی انشاءالله اونس دیشته باشه انشاءالله ای که انسان هر کار رو خواسته باشه انجام بده باید از مسیر و بستر لازم اقدام بکنه قرآن میگه وقت خلول بیوته من عبوابه ها وقتی ما به یک خانه داخل بشی از دروازه داخل شو خود رو از کلکین یا از سق آدم نندازه این یک اصل کلی است که آدم هر کاری رو که ما اقدام بکنه باید از مسیری و و از همون جهت لازم ورود به کار داشته باشه در روز جمعه میگن اگر انسان هیچ دعایی رو برای امام زمان سلام الله علیه فرصت نداره بخونه همین دعای کوتاه رو بخونه که اللهم عرفنی نفسک خدای بیا خود رو به من معرفی کن که مطور بشنسون بله بعد تا او قسمت بعدی که اگر انسان بخواهد خدا رو بشناسه نیاز به واسطه داره لذا بگیم اللهم عرفنی رسولک اگر خواسته باشیم پیغمبر رو هم بهتر بشناسیم باید حتما امام و حجت خدا رو بشناسیم اینو میتونه حلقه های ارتباط دهنده ی ای بحث خود رسول شناسی و راهنما شناسی بوده باشه با خدا شناسی آدمی که بخواد با خدا ارتباط بگیره نیاز به واسطه است نیاز به یک حلقه وصل کننده ما به خداست اهل بیت همین کار رو میکنن لذا در دعای ندبه میخوریم فکانو هم السبیل الیک و المسلک الی رضوانک اهل بیت پیغمبر این هم وسیله هستند که انسان رو به خدا برسانند. خب پس ما این رو کردیم که اهل بیت پیغمبر و خاتم چون از جانب خدا فرستاده شده تمام حرکات پیغمبر تمام گفتارهای پیغمبر یک جا مربوط و منصوب به خداست انا ارسلناکه ما شما رو فرستادیم بعد از اینکه این عنوان رسالت رو هم بره پیغمبر اطلاق میکنه حال میای یکی از ویژگی های مهم پیغمبر رو که میتونه دنیا دنیا درس تربیتی بره امروز ما داشته باشه مطرح میکنه میگه ما شما رو فرستادیم در حالی که شاهدن انا ارسلنا که شاهدن شاهد در فرهنگ قرآن چند تا معنا داره معنای اولی رو میتونیم بگیم که از آیات و قرآن استفاده میشه در مفردشناسی و واجه هم میان بحث میکنن میگن شاهد به معنای عالم اولا یک فبر به که انه علا کل شیء شهید این شهید به معنای علیمه آگاه به معنای آگاه پس انا ارسلنا که شاهدن یعنی یا رسول الله ما شما رو فرستادیم در حالی که شما آگاهی های لازم برای هدایت گریه و رو داریم اگر کسی بخواهد راه بری کند این کار متوقف بر این است که راه رو بداند چیز طبیعی و الا اگر کسی ادعای راهبری بکنه اما از مسیر هیچ آگاهی نداشته باشه به درد نمیخوره ذات نایافته هستی بخش چون تواند که بود با هستی, هستی با. بخش, با. در قرآن مگه افم یهدی الى الحق احق و ایو اما لا یهدی الا ایوه دا. او کسی که ادعای هدایت گری داره و حال آنکه خود هیچ بهره ای از هدایت, هدایت نداره, نداره. ایبر بر طبیعیت و پیروی بهتره یا او کسی که مسلط بر سرات هدایت گریست که یاسین و القرآن الحکیم انکل من المرسلین علی سرات مستقیم همینجا من وسط حرف شما با اجازه کاشو. استدلال های قرآن مبتنی بر فطرت انسانه یعنی به قسم استدلال میکنه که اما آدمی که از نظر ظاهر چندان سوادیم نداره ولی فهم و درک درستی دارم متوجه این استدلال میشود یعنی باله. اون کسی که تو که خودت مثلا یک چیز نداره این چه چی قسمی می به کسی دیگه تو که خودت هدایت نشدی راه رو نیافتی باله. چه قسمی می راهبر راه دیگر آشدی باله. باله. باله، این مسیر هدایت کری بسیار صعب سخته نمیتونه انسان دست قربه دست هر کس بسپانه بعد بگه این پیش به ما بوده باشه این مثلا پیش غراول باشه هر کار کرد ما میکنیم گفته این مرحله بی همراهی خیزر مکن ظلمات است به ترس از خطر گمراهی, گمراهی. اگر یک مصباح هدایتگری مثل پیغمبر بر سر راه بشریت نور افشانی نکنه بشر متاسفانه این را که تو میروی به ترکستان است نصیبی میشه. پس معنای اول شاهدن یعنی آگاه بودن تمام زوایای هدایتگری رو پیغمبر باید اطلاع داشته باشه به خدا این علم و معرفت رو به سینه پیغمبر قرار داده و یک شرح صدری هم در سینه او قرار داده که اگر مردم آمدن مقاومت کردن در مقابل هدایتگری او او با دنیای از مهر سراغ اونها آمد اما اونا با قهر او رو از خود خوراندن پیغمبر دیگه معیوس نشه لذا گفت علم نشرح لک سطرک و وزعنا انک وزرک الذی انقز زهرک و رفعنا لک ذکرک پس معنای اولی و به معنای آگاه هست یعنی خود... آنچه که برای هدایت انسانها لازم است که پیامبر باید بدانه این رو خداوند به پیامبر آموخته بله عالمی به آنچه که هدایت کردن و هدایتگری مستلزم آن بله. هست بله هم پیغمبر داره بله باید دیشته باشه و هم متنی که پیغمبر داره با توجه به این متن مردم رو دعوت میکنه به سوی خدا یعنی قرآن قرآن هم تمام آنچه که بشر در زمینه مباحث تربیتی و هدایت گری به اون نیاز داره باید در خود دیشته باشه اگر فرمود این نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوام همه رو داره مگه اگر ما دالیم لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین هیچ تر و خشکی نیست مگر ای که در کتاب مبین بوده باشه خب حالا اگر برفض کتاب مبین رو ما قرآن بگیریم یعنی تمام مباحثی که در زمینه ی تربیت بشر و هدایت نسل انسان لازم است باید همه در قرآن باشه یعنی آنچه که هدف از ارسال همین کتاب انزال بله. همین کتاب و ارسال این پیامبران هست هدایت بله. بله. انسان ها به سوی کمال و به سوی خداوند بله تار. در قرآن خونیم که ما فرنت نافل کتاب منشه یعنی هیچ چیزی رو ما در قرآن فرو گذار نکردیم بله. این منشه یعنی از اون چیزهایی که در زمینه هدایت گرید توی بشر بود او لازم داری و احتیاج داری رو خدا در اختیار تو قرار داده هم در متن دین تعبیه شده و هم او کسی که داره این متن رو به ما تعلیم میده پیغمبر لتبین للناس ما نزل الیهم او هم داره اینها رو به ما عرضه میکنه اما معنای دومی که فرمود انا ارسلناک شاهدن یا رسول الله شما شاهد بر امت هستین شاهد هستین میفهمن شاهد به معنای حضوره شاهد بل. به معنای حضور هست در قرآن هست میفرماند اگر کسی مردی زنی آمد متاسفانه گرفتار عمل خلاف افت شد درست گرفتار این عمل زشت جنسی شد اینها رو باید حد الهی جاری کنید از تو و از زانیه فجل دو کل واحدت من همامه اتجلده گاه لازم صد تا شلاق بزنید این هم که صد تا شلاق بزنیم نه که مثلا بریم در یک خانه درار هم ببندیم خود چم شلاق رو بندریم و شلاق بزنیم نه میگه ولی حد عذابهم طائفه من المؤمنین ولی حد یعنی باید حاضر باشن ولیش حد رو مفسرین میفهمن ولی یعنی باید حاضر باشن این شهودی که در اینجا هست به معنای حضور داشتنه حاضر بودن بله حاضر باشن از این آیه استفاده میشه که شهود و شاهد بودن به معنای حاضر شدن هم در قرآن آمده استفاده خب این معنا در برابر پیام در برابر پیامبر چه قسمی مستاق پیدا میکنه به این شعر که ما اگر کاری خواسته باشیم بکنیم البته این معنا خیلی با شاهد بودن و پیغمبر در ارتباط نیست شاید معانی دیگر شهود رو بیشتر بتونه انسان به پیغمبر استناد بده اما در هر حال پیغمبر حاضر است نسبت به عمل کرده ما روز جمعه ما منتظر امام زمان سلام الله علیه هستیم ما میخواهیم امام زمان سلام الله علیه رو درک کنیم منتظر بله ظهور حضرت هستیم نه که منتظر حضور حضرت چون امام زمان فعلا هم حاضره بله غیبت نکرده ای که شبم طالب حضور پنهان نبوده ای که ویدا کنم تو را با صد هزار جلوه برو من آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را امام زمان حاضر هست منتها فعلا امام زمان سلام الله علیه ظهوری ندارن با ما منتظر ظهور حضرت امنه که منتظر حضور حضرت خب پیغمبر کاری که ما میکنیم پیغمبر یعنی حاضر هست در حین عمل کرد ای بسا ما رو حضور دیشته باشه عمل کرده ما رو ببینه عرض کردم این معنا خیلی تناسب با انا ارسلنا که شاهدن نداره اما معنای سوم به معنای همون شاهد و بیینه است که در کتاب قضا فقه ها بزرگوار آیند مطرح میکنند بیینه شرعی بله کسی شاهد داره میگه فلان وسیله فلان مال فلان متر از منه ملک منه و فلانی و فلانی هم که آدمای عادلی هستن شاهد بر این ادعای ما هستن انا ارسلناک شاهدن یعنی ای پیغمبر شما شاهد بر عمل کرده مردم هستیم باز در قرآن می فهمون بلا یعب شهدا و اذا ما اگر کسی یک سحنه ای رو تحمل شهادت کرده بود دیده بود که مثلا فلان شخص حقی رو از دیگری زایع کرده اگر او رو خواستن به دادگاه احضار کردن دیگه امتناع از آمدن نکنه یعنی این عرضه این شهادت یک تکلیف شرعی شده برای این شخص که واقعی رو, واقعا بله. رو دیده شما که این سر رو در کردی این ماجرا رو دیدی اگر قاضی از شما تقاضای شهادت دادن کرد بله. تو که تحمل شهادت کردی به تعبیر فقها ادا شهادت هم بکن ولا به شهدا او اذا او این شهدا به معنای کسانی که رفتن در جنگ ها جان خود رو تقدیم اسلام و فرهنگ قرآن و اهل بیت علیه مصطفی الله به معنای در راه خدا نیست بله بلکه کسی که شاهد یک صحنه بوده حال میگن آ شما بیا شهادت بده دوست. پس شاهد در قرآن همین سه تا معنا رو میتونه داشته باشه گاه به معنای عالمه زمانی شاهد میتونه به معنای بینه شرعی بوده باشد و زمانی هم شهود به معنای حضور داشتن است با توجه به این معنای سوم ما می توانیم یک نسبتی برقرار کنیم بین معنای اول و همین معنا یعنی بله. از او جایی که کسی خب شهود مستلزم علم و آگاهی هست دیگه یعنی کسی که شاهد یک واقعی بوده در واقع لا بود اونجا حاضر بوده و حضوری داشته و همی یک علمی براش حاصل شده یک آگاهی حاصل شده بله. وقتی که پیامبر شهود شاهد بر اعمال ما هست یعنی در, در محکمه الهی شهادت بدهد علیه ما یا به نفع ما بله. خب این مستلزم این است که یک آگاهی های از عملکرد ما و زندگی و رفتار ما باید داشته باشه پس میشه این فرمایش شما رو بگیم استفاده میشود از این آیه شریفه که میگه و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهده علی الناس بله میگه ما شما رو یک امت وسط قرار دادیم افراد و تفرید در شما نباس باشه اه، اه، وسط اینجا به معنای اعتدال و میانه اعتدال شما اهل میان روی هستیم معتدل زندگی کنید خب چه در عقیده چه در عمل در تمام مراحل و ابعاد زندگانی معتدلانه زیست کنید بعد میگه لتکون و شهدا اعلن الناس به خاطر اینکه فردا خدا شما رو به دیگران نشون بده بگه نا کنید اینا به این رقم زندگی میکردن در ادامه میگه و یکون الرسول علیکم شهیدا پیغمبر هم شاهد بر شما هست ای که پیغمبر شاهد بر شما هست یعنی شاهد بر عمل کرده شماست یا در سوره مبارکه نساء هست میگه فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید فردای قیامت هر گروهی از امت رو که ما وارد محشر میکنیم یک شاهدی هم بر عمل کردن هست که اینا چه کار کردن چه کار نکردن احسان نا چی بوده کفران نا کدام بوده فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید بعد میگه و جئنا بکه علا شهید یا رسول الله ای که هر پیغمبری شاهده بر عمل کرده امت خود هست درست اما شما هم شاهد بر تمام عمل کرده انبیا و امت ها این ای همین معنار میشه انسان از او استفاده کنه پس پیغمبر در فردای قیامت گواهی میدهد به کارهایی که ما آمده انجام دادیم اعمال خیر و شر یکی از کسانی که میای گواهی میده خود پیغمبر اسلام هست بهم. و گواهی پیغمبر در فردای قیامت متوقف بر این است که امروز مار دیده باشه چون کسی بخواد شهادت بده و چیزی رو درک نکرده باشه معنا نداره شاهد شدن و شهادت دادن اینو با هم تناسب داره کسی که مایه شهادت بده حتما باید قبلا مشاهده کرده باشه دیگه بهم. پیغمبر اعمال امروز مار مشاهده میکنه اشراف داره میبینه و فردای قیامت میایه یا له ما یا علیه ما پیغمبر میایه شهادت نده لذا فرمود انا ارسلنا که شاهدن یا رسول الله ما شما رو فرستادیم و عنوانی که شاهد بر امت باشی گواه صدق بر امت بوده باشی اجازه بدهید همینجا من یک میوه از این بحث شما که بحث بسیار پرسمره هست برچینم شما فرمودید پیامبر شاهد هست شاهد یعنی یک معناش به معنایی که حضور هست و گواهی بر کارهای ما هست همین نکته چی یک برداشت تربیتی ما می توانیم از همین آیه داشته باشیم که اگر ما چنین نگاهی به جایگاه و مقام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشم قطعا در رفتار ما هم تاثیر میگذارم ما خب امت آن حضرت هستیم ما همه مسلمان ها سنگ محبت و لاف دوستی آن حضرت رو به سینه میزنیم چی از جنبه فردی و چی از جنبه اجتماعی اگر ما نگاه کنیم پس باید باید خیلی حساب شده به گونه رفتار کنیم که مایه افتخار و سرفرازی پیامبر باشیم تا خدای نخواسته مایه بدنامه آن حضرت خوب همینجا ما هنوز یک هفته ای نمیگذره از حادثه بسیار بسیار غمبار مسجد مسجد جامعه شیعیان در سیداباد قندوز که ده ها نفر به خاک و خون کشید و جای بسیار بسیار تاسفش این است که کسی که آمده عامل ای جنایت ضد انسانی و ضد بشری هست و دست به قتل عام زده ای کسی هست که می آید به نام خداوند تبارک و تعالی با نعره تکبیر و به های پیروی از پیامبری کارها را انجام میده اما اگر چون این تصورات درستی در برای پیامبر و دینی داشته باشیم قطعا این کارها بسیار بسیار از حد مسلمان دور میدانیم و این رو مایه بدنامی دین و بزرگان دین تو ممکنه تلقی کنیم قطعا همین رو خب اگر اجازه بدهید قبل از اینکه بحث را شروع کنیم درباره این آیه و مقام مقامات و ویژگی های عرشی پیامبر بر اساس این آیات مبارکات اجازه بدهید یک میان برنامه ببینیم بینندگان محترم شما را هم دعوت میکنم به دیدن این میان برنامه و بعد از آن دوباره برمیگردیم در محضر استاد محترم بحث را پی میگیریم آه ای تمام تنهایی ای تمام قربت آیا کسی از جرفای قریبیت آگاه شد؟ آیا کسی قریبانه های اندوهت را شناخت؟ آیا کسی پی به راز نگاهت برد؟ آنگاه که عطر حضورت را فوج فوج دشمن در میان گرفته بود و چون گل در احاطه چشمانی خار در از خار در زمر و عطف با آسمان زمین می آموختید انگار آسمان که ریایی خاند دانشگاه احساس فرشتگان بود فرشتگانی که آشق شدن را از آموختند و با تو عشق الهی را تجربه کردند عشقی که تو را در حصار تنهایی دور از وطن و تحت نظر قرار داده بود عشقی که تمام موجودات را وادار می کرد تا به ارتفاع نگاهت سجده و جرفای شکوهت را در عرش جستجو کنند مولای من اگر آفتاب می درخشد به احترام توست اگر ماه می دمد به احترام توست اگر گل میخندد اگر آبشار میرخصد و اگر پرنده میخواند به خاطر تو و عشق آسمانی توست که جلوه جاودانی حیات را به تماشا گذاشته است آن روز تن رنجوری که داغ قربت بر دل خستگیهایش را پشت سر میگذاشت در بهار جوانی به تجربه خزان نشست و همسایگی عرش را برگزید مردی که کوردلان بلی عباس به آفتاب جمالش رشک می بردند کوردلانی که با چهره های سیاه اندیشه های سیاه دست سیاه و جامعه های سیاه جهل مجسم تاریخ بودند جهلی که حتی ابو جهل و ابو لحب را شگفت زده می کرد آن روز نگاه تاریخ شاهد قربت امامی بود که همچون جدش امام موسای کازم علیه السلام تشعیی می شد امام قریبی که تنهاییش را آسمان هیچگاه فراموش نخواهد کرد امام قریبی که تنها فرشتگان الهی پرستاران خلوت رنجوریش بودم مولا جان درود بر تمام تنهاییت که حتی از دیدن فرزند محرومت کردند درود بر قربت دیر آشنایت که یاد مدینه را در نگاهت زنده می کرد درود بر اثر کلامت که حضور بهاریت را به سراسر به بشارت میداد درود بر جهاد فی سبیل الله تو که پایانش به شهادت ختم شد مولا جان دست ها خالی چشم ها پر از عشق و سینه ها از داغ شهادتت لبریز است فانوس به خون نشسته چشمان من را نظر سقا خانه عشق می کنیم و پیشانی ارادت به آستان آسمانیت می ساییم گوش چشمی به ما کن مولا جا. بینندگان محترم دوباره خدمت شما عزیزان سلام عرض می کنم بسیار خوشحال هستیم که تا اینجا ما را همراهی کردید اجازه بدهید من شماره ارتباطی و پول ارتباطی برنامه های تلویزیون جهانی هادی و این برنامه را خدمت شما عزیزان عرض کنم مثبت 964 780 255 4013 شماره واتسابی تلویزیون جهانی هادی هست شما همینطور می توانید از درگاه های مختلف در فضاهای مجازی تلگرام آپارات یوتیوب فیسبوک و سایت شبکه به اسم هادی تیوی فا اف دی هادی تیوی که این آدرس ها در از طریق تلویزیونی برنامه به اطلاع و به اطلاع شما عزیزان رسانده میشه از طریق زیر نویس یا برنامه های گرافیکی شما می توانید برنامه های ما را علاوه بر تلویزیون که در محور یاه ست هست می توانید از این درگاه هم دنبال کنید پیشنهادی اگر دارید انتقادی اگر دارید ما مشفقانه و مشتقانه منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم خب اجازه بدهید بحث رو پی بگیریم با از محضر استاد گرامی جناب استاد روحانی استفاده کنیم شما خب تا اینجا رو فرمودید که بر اساس این آیه علاوه بر این که پیامبر خداوند در اینجا پیامبرش رو نبی خطاب کرده که مقام نبوت رو بس کردید و بعد مقام رسالت رو و بحث که درباره مقام شهود پیامبر بود و معانی مختلفی که در این باره شد اگر در قسمت شاهد بودن پیامبر نکته تکمیلی ایمانده بفرمایید وگرنه بریم بله. سراغ موضوع بعدی بله عرض کنم که که فرمودین بحث چیه این که انسان خود رو در مرآ و منظر امام معصوم ببینه همچنان که بالاتر خدا هم آن را بله. مشاهده میکنه یا بله. علم, علم به ان الله یرا خیلی میتونه نظر تربیتی انسان رو مدیریت کنه وقتی انسان یک شخصی رو آگاه و مشرف بر عمل کرد خود میبینه او رو ناظر بر عمل کرد خود میدانه دیگه عمل کرد خود خیلی آدم دقت میکنه هر کار رو نمیکنه هر حرف رو نمیزنه بله قرآن طبعاً. در چند جا در دو مورد در سوره مبارکه توبه هست میفهمد و قل اعملو فسیر الله عملكم و رسوله و هر کار میخواید انجام بدید اشکال نداره دست شما بازه به تعبیر از هفت دولت آزادین اما بدانید که وای اگر از پس امروز بود فردایی یه عمل شما رو خدا میبینه تعبیر, تعبیر امام علی علیه السلام در دعای کمیل ولا یمکن من حکومتک در جای دیگه خود امیر المومنین میفرمان اتقو الله فی الخلبات فا شاهده هو الحاکم تنها که هستی کسی کنارتونیه عمل کرده خود دقت کن کسی نیست تو رو نگاه کنه خدا تو رو میبینه و همینطور آیاتی که ناظر به آخرت هست آیات معاد آیات قیامت بله. در این قسمت بسیار بسیار سریح و بسیار بسیار بیدار, بیدار کننده و هشدار دهنده هست بله. که او کسی که شاهد تو در حین ارتکاب و گناه هست همو فردا مای علیه تو حکم جاری کنه حکم صادر کنه بعد میفرماید که خدا شما رو میبینه و رسول رسول خدا هم شما رو میبینه حالا آدم اگر خواسته باشه بره لابلای کتاب و تاریخ رو ورق بزنه و مواردی که مستقیما خود پیغمبر این مسئله و همین عامل رو آمدن مطرح کردن که مشاهد هستم عمل کرده امت رو داره مشاهده میکنه و بعد هم هزارات معصومین فرزندان و پاک پیغمبر اسلام از جمله صاحب شهادت امروز امام عسکری علیه السلام الا الله صفحات تاریخ رو آدم پر میبینه از همین مسائل یک شخصی به اسم صفوان ابن امیه وارد مسجد الحرام شد دید که یک شخصی خیلی ناراحته گفت چرا ناراحتی؟ گفت در اون در ای کسی که ادعای پیغمبری کرد اول کسی دوری و نبود حال نگاه میکنی و رعیت الناس یدخونون فی دین الله افواجا دیگه نه تنها مدینه رو اسلام رو پر کرده که ما هم که در مکه زندگی میکنیم امنیتی و تعبیدی نسبت به دین و خونه داشته باشیم و در اینجا آزار ببینیم گفت ای کاش میشد یک شخصی رفت او ترور میکن مثل امی کارهایی که بله. متاسفانه در کشور مظلوم ما داره رقم بخوره بله. بیانی پیغمبر رو ترور کنن انتحری بشه تمام مرگ یک بار هم یک بار گفت اشکالی نداره به ما یک خرج سفر بده یک شمشیری هم بده ما حاضرم برم می کار رو بکنم تمام اون چی که خواست رو در اختیار قرار داد و این صفوان رفت طرف مدینه خود رو به پیغمبر رسان به همون رسم جاهلیت سلامی به پیغمبر داد و بعد پیغمبر فرمودن خواسته تو چیه؟ گفت بره آزادی یک شخصی مقدار پول آوردم به شما بودم که آزاد بشه پیغمبر فرمودن پرچه رو با خود خود سلاح همراه کردی گفت من مسافر بودم وسط بیابان پیغمبر فرمودن اگه ابزار تو سلاح تو صلاح مسافر هست چرا او رو زهراگین کردی؟ چرا با زهر او رو آغشته کردی؟ ده. و بعد پیغمبر فرمودن او ماجرای بین تو و امیه رقم خورد در زاویه در مسجد الحرام نشسته بود ماجرایی رو مطرح کرد تو آمدی نقشه قتل و ترور مردو به او آمدی پیشنهاد کردی همه اونا رو پیغمبر آمدن بری و مو به مو گفتن طرف حضرت نها کرد گفت که نه شما هم سومین نفری بودی در کنار ما و اون جناب امیه بله ای همینه و قل اعملو فسیار الله عملکم و رسوله پیغمبر میبینه لذا اگر مکان خوب بکنه پیغمبر شادمان میشه خوشحال میشه اما متاسفانه اگر عمل کرده من ناشایست بوده باشه قطعا پیغمبر اسلام ناراحت میشه و فردای قیامت یکی از کسانی که قرار هست شفاعت مر بکنه شکایت مر میکنه کی؟ همین پیغمبر وای به حال کسی و امتی که پیامبر از دست اونا شاکی باشه همین پیامبری که رحمتون للعالمین هست و سراسر او وجود مبارکش خون دل خورده تا ای که یک نفر هدایت کنه یعنی اینقدر دلسوز هست یا به با تعبیر امام علی که و به طب به همین پیامبر بیاد شاکی بشه بسیار بسیار, بسیار این ای امت یا این آدم یا این ای افراد مثلا عملکرد کرد. بدی داشته باشه که این رفتار اونا باعث ناراحتی و نارضایتی چون این شخصیت بزرگی شدن پیغمبر شاهد بر عمل کرده ماست اجازه ما از حضرت علی چون روز شهادت امام عسکری علیه السلام هست. از, باب عرض ارادت بیشتر محضر این امام معصوم هم باز نمونه های متعددی ما در سنت و سیره امام عسکری علیه السلام داریم امام عسکری در بین معصومین بیشتر از علم قیب و اون آگاهی ها و دانش های قیبی استفاده میکردن و این هم علت دیشت سایر معصومین در مرعا و منظر مردم بودن اما سطح ارتباط دیداری امام عسکری با مردم خیلی کاهش یافته بود کم شده بود خب به خاطر که به مردم بفهماند که من امام شما هستم مهوجت حجت خدا بر شما هستم و بعد از طرف این مردم آمادگی داشته باشن که یک زمانی بیای که امام پس پرده غیبت باشند بله. امام زمان روحی فدا لذا امام عسکری علیه السلام خیلی از علم غیب استفاده نکردن یک مورد در کن کنم اونم از همین قسمه که و قل اعملو فسیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون این مؤمنین هم مردم معمولی نیند کسانی که ایمان اینا در اون مستوا و سطح بالاست که در روایات فرمودن ما اهل بیت مراد از مؤمنون هستیم شخصی به اسم اسماعیل ابن محمد به. آمد امام عسکری رو دید تا چیش به حضرت افتاد آمد ارزه کرد دست دراز کرد که آجان به ما کمک کنن بده در راه خدا که من چی ندارم حتی نونی ندارم که بخرم شکم خورسیر کنم دبست. امام قلام همراه نبود فرمودن چقدر پول پیش تو هست گفت مثلا صد دینار فرمودن همه بده بریم دادن بریم خواستن برن گفتن جناب اسماعیل ابن محمد ای عمل کرد تو بده تو خود تو صاحب ثروتی صاحب مال هستی میای دست پیش مردم دراز میکنی ای کار تو کار خوبی نیست ایرم که مدرم به تو تذکر مدوم نه به جهت اینه که از کمک کردن به تو شانه خالی کنم به تو کمک نکنم که اول صد دینار بره تو دادم باید. اما ای اخلاق تو اخلاق خوبی نیه خود تو داری چشم تو به دست مردم باشه خود تو مال و مکنک داری اما باز هم دنبال اینه که یک کسی بیای زندگی تو اداره بکنه ای طور نیه گفت زهر است عطای خلق هرچند دوا باشد حاجت زکه میخواهی جایی که خدا باشد باید. اما بودن عمل کرده تو خوب نیه او آجان قطعا ما پولی ندارم قسمم خود که ما هیچی پول ندارم امام فرمودن تو دویست درهم در جا آمدی قایم کردی زمین رو بکندی دویست دینار رو به اونجا قایم کردی یک روزی رو میبینم که به او دویست دینار رو احتیاج دیشته باشی اما وقتی که بری ببینی نیست ای رو گفتن رفتند اسماعیل ابن محمد یک لرزه و جانی افتاد که نشه اونا رو کسی بیای ور داره رفت جای اینا رو عوض کرد از اونجا بردیش به یک جا دکه پسر داره دید که پدر مقداری پول رو در جای قایم کرده بعد از این که پدر رفت رفت همه اونا رو بردیشت به اون چیزی که خودی میخواست رفت خرج کرد اسماعیل ابن محمد آمد بعد از چند مدتی نیاز به پول پیدا کرد اما هرچی مکن نمی بینه نیه یاد فرمایش امام عسکری افتاد که یک روزی می تو احتیاج به این پولا خو پیدا بکنی اما دست تور نگیره این همینه و قل اعملو فسیرالله الله عملکم و رسوله و المؤمنون همو خدا میبینه هم پیغمبر خدا مشاهده میکنه ده. و هم مؤمنین که اهل بیت علیهم السلام هستن اشراف بر عمل کرده ما دارن این میتونه دنیا دنیا درس های تربیتی رو در انسان ایجاد کنه بسیار عالی با توجه به اینکه امروز در واقع روزی را که پشت سر گذاشتیم و امشب شام شهادت امام حسن عسکری است و شما به درستی یاد کردید از این امام بزرگوار انشالله که از خداوند میخوایم که ما را از شیعیان با معرفت این حضرت قرار این بدهد و زیارت قبر و مزجه شریف ایشان و پدر بزرگوار ایشان در سامر را را نصیب همه آرزومندان از جمله بینندگان شبکه حادی بفرماید مخصوصا بعضی از ما داشتیم که بعضی از بینندهان از ما التماس دعا میکردن و از ما میخواستن که نایب زیارتشون در سامر اینها باشیم انشالله که خداوند زیارت همراه به معرفت امام حسن عسکری علیه السلام و سلام رو نصیب همه ما کنه بله وقت داریم جناب استاد اگر بفرمایید ادامه بحث رو با توجه به این آیه فن. که محور بحث ما هست فن. پنج دقیقه وقت داریم بله حالا بحث جدید رو اگر مطرح میکنید بازم بله. با شما بله. یا بفرمایید بله. اگر اجازه باشه ادامه آیر ما فقط یک توضیح مختصر عرض کنم ان شاءالله باز در حلقات بعدی بحث ما بتونیم بحث رو پیگیری کنیم فرمود بله. ای رسول ما ما شما رو به عنوان شاهد فرستادیم وقتی <تصفح> پیغمبر شاهد بر امر کرد که شاهد بله شاهده بر عمل کرد باشه دیگه انسان باید عمل کرد خور اصلاح کنه ترمیم کنه در ادامه میفرماید که و مبشرن و نظیر دومین وصف و سومین ویژگی پیغمبر ارتباط تنگاتنگ داره با همین مسیری که پیغمبر فرستاده شده درست پیغمبر فرستاده شده برای چی به خاطر که بشارت بده پیغمبر فرستاده شده به خاطر چی به خاطر که بیم بده انذار بدهد این کار هم باز جز عمل کرده مشترکی که همه پیغمبران الهی آمدن این کار رو انجام دادن در واقع این بشارت دادن و بیم دادن یا تبشیر و انذار محور رسالت هست دیگه میشه قسم گفتگن اینها ها آمدن که ما رو به یک سری چیزهای بشارت بدهن امید بدهن بانده. و از یک سری چیزهای ما رو در واقع باز دارن و بلده. از واقع به اونها ما رو بترسانن ببینید پیغمبران الهی معلم و مربی هن. قطعا وقتی که پیغمبران معلم بودن مربی بشریت شدن باید راهکار تربیتی رو پیغمبران استفاده کنن راهکار کار رساندن به تربیت اینه که هم از مهر استفاده کنن هم از قهر بهره بگیرن ای هر دو تو هم دیشته باشن لذا شما نگاه میکنیم قرآن مگه رسولا مبشرین و منذرین آمان. پیغمبران رو که ما فرستادیم همه اونها هم بشارت میدادن هم انذار میدادن هم بشارت هم انذار یعنی یک اطلاعات یک آگاهی از جانب پیغمبر در انسان شکل بگیره به انسان تذکر داده باشه گاه مضمون و محتوای این آگاهی آنقدر خوشحال کننده است که اثر خوشحالی در چهره انسان دیده میشه این رو میگن بشارت و گاهی پیغمبران الهی لازم هست که یک آگاهی هایی رو به انسان بدن کادم به تعبیر خود رو جمع کنه به یک مقداری حواسی رو جمع باشه توجه بیشتری داشته باشه ده. یک نو دلواپسی واپسی و نگرانی در به عنوان پیرو پیغمبر با این اطلاعاتی که پیغمبر داره به ما ارائه میکنه ایجاد بشه این به تعبیر انذاره و ارز کردم بشارت و انذار لازمه یک کار تربیتی است اگر انسان بخواد مربی خوبه باشه هم باید نقاط قوت رو تذکر بده و هم باید اون لغزشگاه ها آفت ها آسیب ها رو به طرف تذکر بده چالش هایی که در مسیر تربیت هست رو پیغمبر به این مربی بیای به انسان تذکر بده تا انسان بتواند در مقابل اونها درست برخورد کنه بر. بگه میگه درشتی و نرمی به هم در به هست چو رگزن که هم چو فاسد که هم رگزن و هم مرهم هست سعدی میگه انسانی که معلم هست انسانی که مربی هست هم باید درشتی داشته باشه هم نروی داشته باشه اگر تنها درشت باشه او کسی که قرار تحت تربیت ما باشه دست ما فرار میکنه و اگر انسان فقط بیایه مهر و اطوفت بری و خرج کنه ای بسا او رو در مقابل ما دلیر کنه خیلی به حرف آدم نکنه به. لذا پیغمبران الهی می آمدن هم بشارت می دادن هم می آمدن انذار می دادن. بشارت می دادن یعنی برای انسان می گفتن که اتز اما انکه جرمون صغیر و فی کن طاب العالم الاکبر و انسان قدر خود رو بدون تو مسجود ملائکه هستی به انسان تذکر میدانند که خدای متعال خیلی ظرفیت در وجود تو آمده ایجاد کرده یعنی بشارت به معنای این که پیغمبر می رو به انسان تذکر میداد که این انسان استعداد، ظرفیت، قابلیت در وجود تو الا مشاء الله هست لذا قدر خود رو بدان ای که می میگن مگن چه شکر هاست در این شهر که قانع شده شاهبازان شاه بازان طریقت به مقام مگسین یعنی که ما با ای که ظرفیت دارم استعداد دارم اما زمین گیر شدم نتونیستم از استعداد ها استفاده کنم نتونیستم اون پیام و بشارت پیغمبر رو امروز در زندگی ایجاد کنم یک طبیب رو در نظر بگیریم دکتر صاحب میای شکم مریض رو پاره میکنه او زائده آرزه رو برطرف میکنه و بعد دوباره شکمی رو میدوزه یک مرهمی هم میگذاره یک مثلا قرص حبی چیزی هم بریومده که دردی و تسکین پیدا کنه ای درسته با که پزشک مهربان هم و شکم رو پاره میکنه پیغمبران الهی هم گاه در جامعه و یک جراحی های اجتماعی ریشته باشند این جامعه ای که دور از خدا هست جامعه ای که پای و بت سجده میکنه جامعه ای که اصول ارزشی ثابت اخلاقی برای و هیچ گونه اعتبار نداره پیغمبر مگر این جامعه ای بیا جراحی کنه بسیار عالی من از خواهم که بحث شما را قطع میکنم و قطعا این ادامه این بحث یعنی مقام بشارت دهنده و مقام انذار و منظر بودن پیامبر ان شاء الله بحث های دیگه‌ای داره مخصوصا اینکه در زندگی پیامبر و مخصوصا در دیگر آیات قرآن چه مصادقی از این ویژگی و این مقام بله. عرشی پیامبر خداوند به بندگانش فرموده و چی تجلی داشته در واقع این ویژگی در زندگی پیامبر اگر اجازه بدهید همینجا بحث رو به پایان برسانیم و از شما وعده بگیریم ان در جلسه بعد برای تکمیل این بحث در خدمت بینندگان محترم باشیم من سپاسگزاری می کنم از شما که با حوصله مندی تشریف آوردید و این بحث رو اینجا در خدمت بینندگان محترم بودیم و همینطور از بینندگان عزیز که حوصله کردن و از پنجره تلویزیون جهانی هادی مهمانی نگاه هایشان بودیم امیدواریم که دیدگانتان همیشه پر نور و تنتون سالم باشه اگر دعایی دارید بفرمایید جناب استاد و از بینندگان محترم باز خدا حافظی اللهم صلی علی محمد, و آل محمد و عجل فرج و خدا توفیق کسب رضایت خود و همچنین رسول خود و حجت خود رو به همه و همه ما شما انایت بکردانم اله آمین یاربان آهوی مشکن به خوتن باز رسان وان سرو سر خرامان به با چمن باز رسان دل آزرده ما را به نسیمی بنواز یعنی آن جان زتن رفته به جان باز رسان اللهم عجل لی الفرج فرج بینندگان عزیز شما را تا جمعه دیگر و برنامه دیگر به خداوند متعال میسپارم